هندوها در تلاش برای بازنویسی تاریخ هند ادعاهایی درباره هزاران مسجد این کشور مطرح کردند. به گزارش گاردین، مناقشه بر سر مسجد 800 ساله اوتار پرادش هند میتواند به موج خشونتبار جدیدی علیه مسلمانان این کشور تبدیل شود، زیرا مسجد جامع شمسی با این ادعا که مسجد مذکور نخست معبد بوده اکنون به نقطه کانونی جدال هندوها علیه مسلمانان مبدل شده است. این در حالی است که بر اساس اسناد موجود مسجد جامع شمسی در سال 1223 توسط شمس الدین التتمیش پادشاه مسلمان هند بنا شد تا محلی ایمن برای عبادت آنان باشد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران با اشاره به فعالیت 700 دارالقرآن در کشور گفت دارالقرآن ها به پایگاه فرهنگی و مدارس با به کانون تربیتی محله تبدیل شود. وی در ششمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن کریم کشور اظهار کرد دارالقرآن ها زمینه برای تربیت دانش آموزان ایجاد می کنند، زیرا قرآن کتاب هدایت است. باید بتوانیم نسل آینده ساز و جامعه امروز را به سمت قرآن هدایت کنیم. شهلا کاظمی پور جمعیت شناس ایرانی با اشاره به آمار 10.5 میلیونی نوجوانان کشور نسبت به ضرورت پوشش تحصیلی همگانی و اجباری 15 تا 18 ساله ها تا آخر مقطع دبیرستان تأکید کرد. وی همزمان با روز نوجوان با استناد به آمارهای جمعیتی سال گذشته در این باره گفت 70% نوجوانان دختر و 70% نوجوانان پسر 15 تا 18 ساله محصلند و 30% این جمعیت رها هستند. او افزود این جمعیت رها در آستانه ترک تحصیل هستند. این یک مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد. افزایش جمعیت مسلمانان در سراسر جهان به طور قابل توجهی به رشد بازار غذای حلال کمک می کند. اما بر اساس آمارها تقریبا هیچ کشور مسلمانی در لیست 10 صادر کننده برتر محصولات حلال نیستند. اکثر 10 کشور برتر صادر کننده محصولات حلال در سطح جهان کشورهای غیر مسلمان هستند. 8 شماره مجله نورسین للابحاس وابسته به مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع در نجف اشرف منتشر شد. شماره 8 این مجله پژوهشی شامل موضوعهای دینی، علمی و بهداشتی از جمله اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز در اندیشه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روی دیگر بیماری کرونا، عاشورای حسینی، فرهنگ زندگی و زمین شناسی استان نجف اشرف بود.